خطا نکردم نگر پسی من خطا نشدم آغوش عشقم در انتظارم آغوش آغوش از یادش بس دیگه این همه سال بیگاری مرگ بود اون بچه گشنه و تشنه حق تو اینه تا بفهمی که قانون چیه نبود برامون 19 سال آسون که شدم برده قانون 5 سال برای نان باقی برای فرار از زندان اینه 2-6-0-1 من هستم جان والجان و من شبل میمونم توی خاطر هر جا رو ببینی حسن من حاضر سرکار کنی تو عبد برده این سرکار کنی در دور ساده این طویله میخوابم خواهش میکنم تو طویلم جا نیست نه فقط همینه میشه پولشو میدم برای زندینی جماعت نه جا دارم نه قضا من آزاد شدم تو برگرد نوشته آزادی ولی تحت نظر آزادی من نشینه کل دنیا زندون شده بین میگم قانون همه در را بستن هر جا میرم روم نمیشم آزادی نیست آسون میبینم ترس و وحشت تو چشما تک بدر داخل شو ای مرد خسته اینجا سرد و طوفانیه کم یا زیاد هرچه که هست سهم توست ای توهی دست اینجا هست شراب و نان تا جان بگیری تو از آن تختی برای آسودن رهایی از درد و غم
فرار کنی از دستمون در بری آزم شدی مشروط به این که خطایی نکنی تو مهمون اصخاف بودی نقره آشو دزدیدی به جرم دزدی میبریم اتمه زندن سب کنید اما دوست من تو خیلی زود رفتی از یاد بردی چرا بهترین هدیه ای که دادم را نبردی لطفاً آزاد کنید او را ای ماموران قانون این مرد چیزی ندزدیده خدا نگهدارتون رازیست پنهان در این تقدیر مشو از زندگی دلگیر خالق زمین و دریا آزاد می کند تو را آنچه در دستانت داری هدیه ایست از سوی عیسی بسپر جان و روح خود را به دستان خدا کردم عیسی من چه کردم دزدی شدم توی شب میبرم هرچی که هست پست و حقیر مثل سنگ در زنجیر جز خشم و نفرت ندارم چیزی فریادهای تاریک و خاموش بعد از این همه سال افتادم به این روز اگه راه دیگه ای هست من 20 سال پیش اونو دادم از دست زندگی من جنگ بدونه برد با 2-4-6 افریجان والجان مرد بستن من را به زنجیر تا مرگ چون دزدیدم خورشینان فقط سکوت می کنم هر بار سردرگم در دل شب خیره به بیهودگی به گردابی از گناه فرار می کنم حالا از دنیای ژان والژان ژان والژان مرد تا ابد روزی نو باید آغاز کرد بیکارا میمیرن از نداری بس همون فروختن از گوش نمیشن به نیخوابن خوشحال باش که دارید تو کار و جای خواب اما شکوزار هستیم ببین چقدر غور میزنه سرکار گر اون دهن بد و دستای هرز جا
چون که فانتی کوچولو پسش میزنه، ببین چه جوری اون داره مخ میزنه. اما رئیس ما نمیتونه، خیلی سخره گرچه چرونه، اگه فانتی نتونه رازش کنه. شوهری تو خونه کسی از قسم بخوره پیش خدا چیزی نداره که پنهونش بکنه. آروم باشید خانم، چه خبره؟ کارخونه رو ریختین به هم؟ دعوا میکنی؟ اینجا یک کارخونه آبرومند دیدم. خودت این قضیه رو حلش کن. چشم آقای مادلن. کاری داشتی من تو اتاقم هستم. خیلی خوب، دعوا چطور شروع شد؟ اون بود کار اون آقا، تقصیر من نبود. تموم اینا از گوره اون شروع شده. شخی دیگه بچه‌شو مخفی کرده، باید پول بده به مدی تا از بچه‌ش نکشه بیگاری. خرج دخترشو میده با هرزگی، نداره اینجا جایی. بله درسته، من دارم دختر کوچک، پدرش ول کرد ما رو از پیشمون رفت. میدم خرج دخترمو به تنهایی ندارم، راهی این داره چه ایرادی؟ خودش نیست و درد سر اینجا عرضه ای که چنگ میزنه با رازی کوچیک تو سینه. هرگز نبودی تو بدکاره، تو ای فانتین پاکت من، مثل یک فرشته معصوم سر به زیر بودی و آروم. در روز مثل یک باکره، در شب اما یک فاحشه. نه به یک اشاره موسیو مرده، خواهش میکنم من بچه دارم. اخراجی الگاه شما رو بیرون دختر. خوش اومدید آقای بازرس. آقای شهردار بازرس جاور، با افتخار تحت امر شما هستم. امروز عدالت تو دستای ماست و کسی از چشم این عدالت دور نمیمونه. بله هممون به همین دلیل اینجا هستیم. شما مایه مباهات شهرین، همه به وجود شما افتخار میکنن چون شما باعث رونق شهر مونتروی شدید. اگه رونقی هست نتیجه تلاش خود مردمه. جسارت هم قبلا همدیگر رو جایی ندیدیم؟ بعید میدونم، چهرهتون طوری نیست که آدم فراموش کنه. تکون نخور، یه احرام بیاری. رفتن از آنگه بیارم، من یه رو پول میشه تا بیارم. تو اون موقع این پیرمرد تلف میشه. خوش میکنم، کسی میتونه بره این زیر این مرد رو نجات بده؟ 10 فرانک میدم. خطرناک آقای شهردار، ممکنه این زیر نه بشی. نه برو برو سوسی مدلن، من داشت این احرام بیارم. دیر میشه، 20 فرانک. 20 فرانک؟ شما دنبال چیزی میگردین که هیچ کدوم از اینا ندارم. کسی که بتونه مثل یه ماشین اهرم گاری به این سنگینی رو بلند کنه باید نیروی خارق‌العاده‌ای داشته باشه. داره از دست میره. من فقط یه نفر رو دیدم بتونه همچین کاری بکنه. اون یه زندانی محکوم به اعمال شاقه بود، زندان تولون. شما جون این پیرمرد رو نجات دادین آقای شهردار. ازتون متشکریم. ممنونم
ببردش بیمارستان. چجورم نشان دادی من؟ چطور میتونم جبران کنم؟ آقا ببینید اینو چقدر میخرین؟ 4 فرانک. این 20 فرانک میارزه. 20 فرانک؟ چه موهایی، چطور یه زیبایی، میخرم من میبارم با یه قیچی. دسته این شو دست نزن، تنها بذار. پول میدم بهت 10 فرانک واسه کلش، بهش فکر کن. تنهاش بذار، یکم فکر کن. چه کنم من، باید بدم پول دارو واسه بچه. زنان دل باری بیدارم، کاری کنم حتی تو شبها که نمیرم. غمی یا شب فرقی نداره، واسه اونی که دلش میخواد یه حقابه. فرانک میدم واسه یه دونه دندون، درد نداره هستش راحت و آسون. بیا دختر از پسش بر میای تو، بفرشت تر پاکی و جوانی تو. یالا دختر پول به بده میشی باها، هرچه زودتر حرفی نزن، دارتا دندون پول بیشتر. زیباترین و جذابترین دختر کافیه؟ یه کوچولو بریم پایستا ببینم بشه. عجب روی هم داره، پولشو دادم. آشقال عوضی من مذارت میخوام، از خواهی میکنم ببخشید، از آن نفر میرم پدرتو در بیارم. نه خواهش میکنم نگیم. چه خبر شده اینجا؟ یکی توضیح بده قربان. توی تاریکی رو هم گم کرده بودم که این فاحشه یه وحشی به من حمله کرد. ما تشریف ببرید روسیه، من خودم شخصا به این قضیه رسیدگی میکنم. زندانیش کنید. مطمئن باشید به خاطر این رفتارش محاکمه میشه. اعدامش کنید. تشریف ببرید، ما خودمون رسیدگی میکنیم. تشریف ببرید. خوش بگذره. بگیرید یه لحظه صبر کنید باشاست. من حرفای این زن رو باور میکنم. آقای شرطور دست به من نزد. سرکارگر خودت من اخراج کرد. زنی که تو صورت آقای شهردار. جابر شما وظیفتون انجام دادید، بذارید این زن بره. ولی آقای شهردار همچین چیزی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون این به صورت یه بورژوا چنگ انداخته. آقای بازرس، خطاکار اصلی همون بورژوا بوده که مزاحم این زن شده، باید اونو دستگیر میکرده. این زن همین الان به خود شما هم بی‌احترامی کرد. قضیه به خودم مربوطه بازرس. معذرت میخوام، بی‌احترامی به شهردار مربوط به خود شهردار نیست، به دادگستری مربوطه. این زن باید 6 ماه زندانی بشه. اگه من زندانی بشم بچه‌م میمیره. هیچ روزم زندانی نمیشه. اون بیشتر به بیمارستان احتیاج داره تا زندان. موضوع حمله به اون بورژوا از وظایف پلیس معاوره. من باید اون زن رو بازداشت کنم. قضیه مربوط به پلیس شهرداریه. مطابق مواد 9 11 15 و 66 قانون جزا من قاضی این امرم و حکم میکنم این زن آزاد شه. بله آقای شهردار، بریم. خانم من واقعا خودمو نمیبخشم بابت این رفتاری که با اتون شده. دخترم داره میمیره،
من نمیتونم پول داروهاشو جور کنم. کمک کنید ببریدش بیمارستان. بیارینش دخترا. ممنون آقای شهردار. آقای شهردار، من آدم اینجا درباره یه مأمور دولت به شما گزارش میدم. در مورد کی؟ خودم قربان، من به یونیفرمی که پوشیدم بی احترامی کردم. آقای شهردار، من نسبت به شما مرتکب خطایی غیر قابل بخشش شدم. چه خطایی؟ من شما رو با این محکوم به اسم ژان والژان اشتباه گرفتم. یادم 20 سال پیش وقتی من در زندان تولون آژان نگهبان بودم، محکوم به اعمال شاقه بود. سالها پیش آزادی مشروطش رو زیر پا گذاشت و ناپدید شد. خب متاسفانه من شما رو با این آدم اشتباه گرفتم و در این باره برای رئیس پلیس پاریس گزارش رد کردم. چه جوابی بهتون دادن؟ اونا گفتن که من دیوانم. خب حق با اونا بود، چون ژان والژان واقعی دستگیر شده. دستگیر شده؟ البته خودش میگه که اسمش شان ماتیوه. عجیب نیست، طبیعتاً داره هویتش رو انکار میکنه. مهم نیست، به هر حال فردا قراره محاکمه بشه. که اینطور؟ واقعا نمیدونم باید با چه زبونی از شما عذرخواهی کنم. عذرخواهی لازم نیست، هممون یه وقتی اشتباه. من واقعا باید مجازات بشم آقای شهردار. خواهش میکنم دستور بدید من از خدمت پلیس اخراج کنم. شما به وظیفتون عمل کردید بازرس، لطفا برگردید سر پستتون. ببخشید، یه شهردار هیچ وقت نباید با یه خبرچین دست بده. آقای قاضی، این مرد بیگناهه، آزادش کنید. ژان والژان واقعی منم. شما میدونید کجا میتونید پیدا کنید. هر وقت مایل باشید میتونید بازداشتم کنید. وقتی میدان
شهر در چنگ قانونی موسیو مدلن در زنجیر میمونی. گوش کن به حرفم تو آباد از شاور قبلت به زنجیر بستن دسته یه برده قول دادم کاری ناتموم دارم. کودک مدزی داره زن کسی نیست واسه نجاتش جز من. از امروز مهلت بده سه روز برمیگردم به بردگی مثل یه قربانی. دیوانه نیستم شکارت کردم آخر سر. مردایی مثل تو هیچ وقت عوض نمیشن. پاشا رو مشتری
کدوم حروم ز... حروم ز... حروم زم بشه خواب بدون تو عشق من. آفرین عزیزم. عزیزم و درد، عزیزم و کوفت، عزیزم و مرز، عشق من. عزیزم کاش یکم بادون زمینی داشتیم، ولی چه کفی میکنم. خونه من لونه هرزه هاست، جوکای کسی به من تو گوش هاست، عراز الله میخوابم همینجا، پر میکشن کفتر را به خونه ما، مثل شما پول دار را لطفاً موسیو از این طرف در بهترین کافه این شهر، درستیانه جای دیگه واسه پولت میذارن تنه، در 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 را ندیدی مثل من مردی جنتلمن و با حال، راضی از این کار هر با بخونه خودش میدونه چطوری مخ بزنه و کش بره، لطیفه بگه به جمع حال بده، غذای خوب به مشتریاش بده، کمک میکنه به دوستاش، خطی نداره براش، اما خرش پول میگیره واسه یه بریز به پاش، همه گی پاش، ارباب خونه رئیس دیوون خونه، را میندازه کارا رو با یه سکه، بطری شراب پر میشه با آش، از خوردنش اصلا نمیشی سیراب، همه عاشق اربابن، رفیق صبح شبن، هر غلطی میکنم من کاری به کارشو ندارم. کفشات و در را راحت بشین، اون که سنگینه یه تون میشه، اما وزنش زودی کم میشه، در را را غاز پخته با سوسک سرخ شده، همه چی اونجور که من میخوام پخت، غذای کافه او چه بویی داره، یه جور میک میشه هوش اثره بره، به دیگره گربه دومه گوساله، با همیشن یه سوزیز خوشمزه، دادم همه رو چشام، اما پرن اتاقام، همه چی ارزونه فقط میگیرم یه کمی انعام، انعام پول واسه بارکش، واسه جاروکش، دو سکه واسه یه دونه کش، موی شپشی، پول رخشویی، دو سکه واسه یه دوبار دستشویی، وقت حساب که میرسه قیمت بالاتر میره، خدا میدونه دارم چه حقایی سوار میکنم تا آرزو داشتم یه فرن
عاشق پیشه که هرچی داشته مالا با پایینو داده جاره چه ظلمی در حقم شده که موندم تو این خونه که تو نجات بزن چه پشودمو میاره همی میمونه شرم نگیم چطوری عشق من؟ چطوری؟ عزیزم پول مولی چیزی که قایم نکرد چلو اینا زشته بدید به تمک خواهش میکنم چلو اینا زشته بدید نه ترس دخترم این برای شما خیلی سنگینه بله آقا من برات میرمش اسم چیه؟ کوزت کوزت؟ کجا زندگی میکنی کوزت؟ تو مهمون خونه تناردیه خیلی خوب بریم منم میرم همونجا بخون ببینم تا الان چی نوشتی با توجه به کسالت شدید جگرگوشه من کرجت کوزت؟ یادم میره اینو کوزت ما دیگر قادر به تأمین مخارج او نیستیم بی زحمت ماهانه 50 فرانک من میکنمش 70 فرانک آفرین ای حرومزاده برای چی مزاحم آقا شدی؟ سطل تو دادی آقا بیاره ور پریده من واقعا متاسفم به شدت بیشوره چطور میتونین این وقت شب این دختر کوچیکو بفرستین جنگل؟ این کارگر ماست آقا من از طرف مادرش اومدم بله اومدم اونو با خودم ببرم ببرین؟ کجا ببرینش؟ یاد خودش تو سر این شب میشه بره جنگل آره کجا ببرینش؟ ما تازه دارین حضورش عادت میکنیم بیا بغلم عزیزم بیا بغل بابا نمیگی ما دلمون شور میفته خوشگل من این دوتا عاشق همدیگن وچی؟ من قول دادم با اتون تصفیه حساب کنم قراره خودم سرپرستی کوزتو به عهده بگیرم مادرش از دنیا رفته چقدر باید بابت این نگهداریش به شما پرداخت میشده چی بگم چه کنم میخوای به بری عروسکم الماس مروارید کرشت میبون مثل خورشید چه جوری میتونی روی کرشت قیمت بذاری مادرش زود مردش هرچی داشتیم دادیم دخترش هرچی بود آبانون دادیم بهش تا بگیره جون خدا شاید آقا فکر کنم با این 500 فرانک به توافق میرسیم با 500 فرانک به توافق رسیدیم ممنونم کافی بود 500 فرانک اگه این روزا صرفه نداشت این بچه مریضه خرج دوا با دکتر داشته ما هرچی کردیم واسش واسه خدا بوده بس امیدوارم خدا از ما قبول کنه مینم هزار تا دیگه با هزار تا قبول میکنه هزار تا؟ این بچه رو زود به زود بیاریم ما ببینیمش دلمون واسش تنگ میشه ممنونم خفشو لطف حضرت عالی مزید به خفشو دیگه رفتم چه به موقع مرد؟ کوزت چشاتو ببند حالا باز کن این مال منه؟ بله مال توه
الان این دخترت. مرسی آقا. به من بگو پدر. مرسی پدر. ما چه غلطی کردی؟ پلیس اومده. پلیس؟ کجاست؟ باور کنید 4 جعبه است، اونم توی انبار. این دختر کوزت کجاست؟ شما چرا نمیفرمایی یه لبی با ما ترک؟ یه آقایی الان با خودش برده. در واقع ما دزدیدش. از کدوم طرف رفتن؟ ما چه میدونیم از کدوم طرف رفت؟ والشان، والشان لعنتی. اینا رو ولشون کنید، زنده باد خودمون. زنده باد خودمون. یکم آرومتر. زنده باد فقط خودمون. زنده باد فقط خودمون. ما میتونیم بعد از سالها دوباره به دوران اوجمون برگردیم اگه شما احمقا حواست باشه. آخ نه، به اینا میگم احمق، تو که عشق منی. خیلی خوب، احمقا و عشق من. برین سر پستاتون مراقب باشید. نوزاد آماده است؟ نوزاد آدمی زادتر. دو نفر دارن میان، گزینه های خوبی هن، حواستون رو جمع کنید. هی موسیوم، از این بر این بچه داره میره از دست. کاری کن نمیره، خدا اجر تو زودتر میده. وایس بینم میشناسم، یادم نرفته این مرد و من. همون که دزدیده کوزه تو از پیشمون برده. چی میگی؟ چه دوستی؟ منو گرفتی اشتباهی؟ میشناسی منو یه دوست مثل خود کن. سفارا کنین اینجا سفارا شامه. خدا فازا سافر. فازا شامه. فازا شامه. فازا شامه. چه خبر شده اینجا؟ با سری چه خلصی میکنید؟ آی محترم، خیابونا هم نیستن. خیلی باید مراقب باشید. این جماعت عروس لوباش خیلی خوب بلدن چطور جیب ملت خالی کنن، ولی من حسابشون رو میذارم کف دستشون. نگاهشون کن چه کلکسیون جذابی، انگل، انگور، انتر. آی محترم خواهش میکنم، این آقا کجا رفتن؟ آقا در رفت، بهتر بریم دنبالش تا فرار نکرده. این یارو اون کسی که به نظر میاد نیست. آره، اون همون کسیه که کرژه تو از ما دزدید. کوزه دخترمونو. والجان، شما دزد واقعی رو ول کردین چسبیدین به ما؟ به ما میگین انگور، انگل، انتر؟ میدونید من چه رشادت هایی از خودم بروز دادم؟ چه رشادت هایی؟ چه رشادت هایی؟ شما بدین من این مدال ها رو تو کدوم جنگ ها به دست آوردم؟ کدوم جنگ ها وزق؟ ای بابا این ول نمی کنه، این می پرسه. حالا مهم نیست، اگه پیداش کردیم ما بودیم گفتیم. گمشین از این محل بریم بیرون. هر اون زادا گمشا من رو نگاه نکن، حیفون از شال. این کسافت ها رو از اینجا بداره. این کسافت ها اونو من زنده می خوامش. نزدیک تر از خون تو رگامو نذاری که شراب بره تو وجودتو. ارزشی که ما باید باهاش بجنگیم،
قوی تر از چیزیه که ما بتونیم اونا رو با یه نفس کنار بزنیم، خیلی راحت به خواسته هامون برسیم. یه نشونه مردم رو به سمت ما میکشونه. هی ماریوس چته امروز؟ نکنه تو دیدی رو؟ بیا یه پک بزن ماریوس. مثل یه رو اومد و رفت دختری از جنس خورشید، از قلبم رد شد و گذشت. گیج و منگم ما تو مبهوت، عاشق شدی تو ماریوس، من که باور نکردم هنوز. حرف میزنی از پیروزی، اما با یه نگاه میبازی، عجب داستان خنده داری. وقت اینه که ما بدونیم کی هستی، واسه چه هدف بزرگی می جنگی. می دونین چه بهایی رو باید بدی، واسه دنیایی که آرزوشو داری. عوض می شه رنگ دنیامون روز به روز، تو به رنگ درد و خن سیاه تاریکی زبا. از وقتی دیدمش عشق زندگیم شد، توی چشم هم زدن آسمون پر ستاره شد. دنیای تاریکم روشن و زیبا شد، فقط با یه نگاش تو قلبم موقع شد. دریای آرزو تو چشماش پیدا شد. به رنگ عشق من سیاه وقتی ازش دورم، سرشار از آرزو گفرش. جنرال مارک چی؟ مرده. ببین چقدر تند میزنه قلبت، ببین با یه نگاه شدی تو عاشق. از چی میترسی تو کوزت؟ ناگفته ها داره دلت، خاطراتی مبهم، روزای پر از غم. از پیشم عشقم بازه میخونم.
کوزت نمیای تو؟ مادام پاپا اگه با من کار داشتی من تو خیابون وروری شماره 16 هم باش. ماریوس ولی آروم کسی نمیخوام صداتونو بشنمه، حواستونو جمع کنید را بیافتید. بیایید بیایید، هر موقع گفتم وایسید وایسید وایسید، بذارید نگاه کنم نه کسی هست یا نه. کسی نیست عالی، را بیافتید بیستید. احمق بازی در نمیارید، صداتونم در نمیاد، تا نگفتم نمیاید، همینجا بمونید. یا بهت میگم، بهت میگم بیای اون موقع بیا. وایسید بیایم، یا بهت میگم، بهت گفتم بیا اون موقع بیا. من بیام آی خبرت بیا داره بیا فا یکی یکی میگم یکی یکی میگم یکی 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 حیوان یکی 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 همه با هم نه یکی گم شو برو اونجا مراقب وقت پلیس نیاد گم شو در رو باز کن ولی آروم پیداش کردم آروم آروم میدونم اینجاست میدونم اینجاست خودم اینجا دارم خودم اینجا دارم میدونم خفه شو ریسمن آره تو هم خفه شو 10 سال پیش اون مرتکه کلاهبردار کرژت و مفت از چنگ من در آورد. الان وقتش حسابش با من تصفیه کنه. حسابی هم براش گرون تموم میشه. اصلا من کاری ندارم. به من گفته بودی قبل باز شدن در حساب منو تصفیه میکنی. الان باز میشه. پولمو بده. میدم میدم. بده الان بده. باشه میدم. بده دیگه. الان ندارم. چی؟ ندارم. ندارم ندارم. بیا خودت بازش کن. دارم دارم. بده. بذار ببینم دارم. کیه اونجا؟ کجا؟ هیچ کسی اینجا ریسپونین تو اینجا چی کار میکنی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ برگرد خونه عزیزم ما تعدادمون کافیه به حضور تو هم احسان من خونه رو میشناسم جیغ میزنم خبرشو میکنم چیزی نیست نه تو این کارو نمیکنی وگرنه برات گرون تموم میشه چیزی نیست چی؟ خفه شو یک بار دیگه جیغ بزنی بلای سر جا چیزی نیست من پدرتم محترم آنه دارم چیزی نیست این که دیگه چیزی هست پلیسه گمشیم بریم سمت کانال فاضلاب برگرد خونه سیاه و کبودت میکنم پدر سگ پلیس نکنه جایی منو پیدا کردم چی شده پاپا؟ کوزت باید از اینجا بریم کجا؟ یه مسافرخونه تو خیابون لومارومه بعد از اونجا میریم انگلستان انگلستان؟ بابا خواهش میکنم نمیتونیم بریم عجله کن کوزت گه نمیتونیم اینجا بمونیم خطرناکه آخه برای چی خطرناکه؟ زود باش کوزت حاضر شد پاپا من که دیگه بچه نیستم چرا همیشه تو از من پنهون میکنی؟ اگرم این کارو میکنم به خاطر خودت دخترم به وقتش همه چیو میفهمی بیا تو عزیزم باید فوری از اینجا بریم پاپا نامه رو به این آدرس ببری 5 فرانک بهت میدم پس فردا روزی دیگر سرنوشتی دیگر در دو رنجی بی پایان تا خر راهی ندارم جز فرار تا ابد هستم گناهکار خطا دنیای من تو چشمشه بدون اون سرد و تاری
پس فردا زندگی با تو شد آغاز بی تو ندارم بال فردا یک روز مونده تا بودن با تو شلوغی دزدی کردن نمیخوان چیزی تو این شلوغی مرده با خودش نمیبره هیچی دولت ها جبان چشم مال من چی نوشته ماریوس مامور شهربانیه آنجلاس دست و پاشو ببندید بندازیدش یه گوشه ای تا تکلیفش رو مشخص کنیم صبر کن پیروز که شدی مردم تصمیم میگیرن با چی کار کنن مامور دولت وگرنه دو دقیقه قبل از سقوط سنگر خودم تیر بارونت میکنم چرا همین الان نه تو مصرف بارود صرف شد با یه کارت تمومش کن احمق ماریوس آنجور راست سرباز ها دارم میان بدوی بادا بادا کسی الان کسی الان نگه کنه به جای خود هدف باروت همون کمه نباید الکی تلفش کنیم سب میکنیم تا خوب بمون نزدیک شما توجه این خودتون رو تسلیم کنیم آتش الو بگیرید سراتونو بدوشید سراتونو بگیرید پایی جولی بچه رو بپایی آجورلاس این همینطوری دارن نزدیک میشن بگو باید چی کار کنی شلیل کنید بزنی نکو هم نابود میشی خودم و شما و سنگر رو با هم منفجر میکنم دیوونه شدی احمد میشمارم
یک دو برگردید برین اقعب این لعنتی رو دارم برمیگردم برگشتم برگشتم آفرین ماریوس بجون همه ما رو نجات دادی تو سنگر رو نجات دادی پروبه خلاص شد بجون برو از کوچه پشتی ببینم اونجا چه جوریه یه سر گوشی آب بدم زود برمیگردم این خالیه شوخی میکنی آره درست برش کن ماریوس ماریوس اپانی تو اینجا چی کار میکنی؟ این نامه از طرف کوزت هیچ وقت نفهمیدی که چقدر دوست داشتم باری ایست شلیک نکنی باره به عنوان داوطلب اومده تو چه لباس نظامی پوشیدی؟ اینو پوشیدم بتونم خودم رو به شما برسونم بذارید بیاد تو بیا تو ماریوس اون اسیر رو اونجا میبینی؟ یارو اونم مثل تو یه داوطلب نه اصلا داره دروغ میگه من بیا نه من ایشون رو میشناسم دروغ نمیکرد خوش اومدی همشهری ممنون آشوبس به جبهه جمهوری خواه خوش آمدید آقا فقط میدونید که اینجا آخر دنیاست بله میدونم پس که این منو میکشین فعلا فشنگمون رو لازم داریم پس وزن شما هم بهتر از مال من نیست یکی دهن اینو ببندیدیم اصلا معلوم هست حواست کجاست؟ ها؟ من اینجا ده تا چش ندارم فوی اینو تو مست رو شروع کن متشکرم جولی حواست کجاست؟ چند دفعه؟ همجا هست پروور وظیفه تو اینه که اینجا بایستی دیدبانی بدی همین پروور چی شد؟ یک سوم ارتش پاریس داره آماده میشه تازه گارد ملی هم هست نهایت هم تا چند ساعت دیگه به اون حمله میکنه نه هنگی اوسیان میکنه و نه هومه به کمکمون میاد مردم هم که تا دیروز همراهمون بودن الان تنهامون گذاشتن مهم نیست اصلا مهم نیست بذارید بدونن که حتی اگر ملت پشت ما رو خالی کنه ما پشت ملت رو خالی نمی کنیم بذارید برای یک بار هم که شده کاریه که درست انجام بدیم بعد هم چه کمکمون بکنن چه نکنن ما تا آخری قطعه خونمون رو با هم چون می گنگیم عمد کنه اینجا زنده به گور میشید خفه شد جاسوس با این جاسوس میخواین چی کار کنیم؟ هر حال یکی باید داوطلب شه کارشو تموم کنه بسپرینش به من دلم میخواد خودم مخشو داغون کنم اعتراضی نیست نه جاسوس برای شما آقا آقا ممنون آره چاخو بیشتر بهت میاد آره بده سنگ فرشا رو بکنه هر کاری میکنه بکن آجانه چرا اینجا چه رو باید تو قرار اون بالا باشی که دیوانی بگی برو بالا برو بالا پایین هم نیا همه ی عمرت منتظر همین لحظه بودی مگه نه حالا انتقام تو بگیر برو نمیفهمم گفتم برو داری با من معامله میکنی من بعید میدونم از اینجا جون سالم بدر ببرم ولی اگه زنده موندم میتونی منو تو خیابون لومارمه شماره 5 پیدا کنی چرا این کارو میکنی؟ منو میکشتی بهتر بود برو آنجور راست آنجور راست سرباز رو برگشتن بوده این آمکی بری زنده جا آنجور نره کشه لیگه برو سر بگیر بریم جلو بریم حقمون رو انتقام بگیریم
مانیوس! تو اینجا بر بذار این جوانو برسونم خونه، احتیاج به پزشک داره. این که مرده؟ نه هنوز نمرده. میخوای بگی از سنگر تو اینجا پولش کردی؟ آره، یه ساعت به من مهلت بده، فقط یه ساعت، بعد دیگه من باهات میام. گفتی خیابونه لومارمه؟ لومارمه شماره 5. خواهش میکنم، داره میمیره. شیطانیه، هر وقت میخواد غرقم کنه و نجاتم میده. میدونه میخوشمش اگه زنده باشم، اما رها میکنه و میذاره برم. فقط با یه تیم زندگیم به آخر میرسید، اما اون مرد زندگیمو بخشید. لعنت به من اگه تسلیم بشم، زندگیمو مدیون یه دوست میشم. من قانونمو ترحم نمی کنم، دلسوزیشو تو صورت فرد میکنم. هرگز این مردو نمیرفتم، اینجا یا جای اونه یا من. Thank you.
چرا بهش اجازه دادم؟ زندگیمو ببخشه به من. دنبالش بودم این همه سال، دنبال مردی که منو نجات داد. باید به دستش میموردم، اما زندم. حق من این بود بمیرم. حالا من باید بمیرم. چیزی از دنیا نفهمیدم. قلبم از سنگه اما می‌لرزه. زندگی من دیگه تمومه. این مرد از بهشته یا جهنم نمی‌دونم. مردی که آزاد کرد منو، این بار گرفت جونم. سقوط میکنم هر بار، آسمون تیره و تار، خیره به دنیایی که جایی واسم نداره. فرار میکنم حالا از دنیای جان بالجان. راه برگشت ندارم، راه رفتن
کردیم با عشق اینجا سنگری برای فردا خوندیم از روزایی روشن یه دیگه یادم قبلا دیدیم همو جایی که شاهزاده بالا آورد روی ملکه نبارون دو تنار بهتر نگی از این مزخرفات سود گم شد از این خونه خوب میشناسمت تنار دیگه در چنین مزاحمت بزرگی مراسمتون شدیم چیز در چنین مراسم بزرگی حرفتون بزن ما اطلاعات خیلی مهمی براتون داریم اطلاعاتتون به درد من نمیخوره چرا خیلی به دردتون میخوره چون در مورد پدر زن شماست پدر زن من این اطلاعات 300 تایی براتون آب میخوره 500 تا حواسم نبود 700 تا 100 تا بیرون خیلی خوب ما اطلاعاتو میدیم بعد اگه خواستی پول بده آره به نظرم این راه بهتریه ببخشید موسیو پارسال درست بعد از سرکوب شورشی ها من پدرزنتون رو دیدم خب حدس بزنید داشت چی کار میکرد؟ کی؟ پدرزن جنازه پدرزنتون جنازه یکی از اون جوانای شورشی و روشونه های خودش تو کانال فاضلاب حمل میکرد خودش کشته بودش با همین چشمای خودم دیدم حتی میخواد پولاشم بدزده اون جوان خود من بودم چو؟ آره شما که الان زنده اید بله ولی اگر من از سنگر نجات نداده بود قطعا میمردم دروغ اگه اینقدر مرد نازنینیه پس چطور الان اینجا نیست؟ چون خودشون تصمیم گرفتن برای مدتی از من و خوزت فاصله بگیرن خیلی خب وقتشه که اطلاعات اصلی رو بدیم پیش پرداخت لطفاً مگه هنوز اطلاعات دیگه یه باقی مونده آره مونده اون مرد نازنینتون اصلا حالش خوب نیست شما از کجا میدونید کوزت با کوزت کار کوزت عزیزم گفتم با کوزت چه عروس قشنگی شدی تو اینجا چی کار میکنی با
پاپا داره میمیره. نه شما میدونید کجاست؟ آره میدونیم کجاست. کجاست؟ نمیگیم. ما که نمیتونید همه اطلاعات به شما بدیم. شما یه پول سیاه کف دست ما ندارین اینجوری که نیست. آه کرشت عزیزم، نمیتونیم بگیم پاپا کجاست چون اون به ما پول نمیده. تمام. بختی هم به ما پول نده، ما توف کف دستش نمیدازیم. فهمیدی؟ کجاست؟ صومعه بزرگ شهر. صومعه بزرگ شهر. کوزت با من بیا. بس میخوام. بس میخوام. گفتی؟ حالم داد. اما تاریکی شب به آخر میرسه،